این رشته ها مواد اولیه غذایی پرطرفدار است. اینجا یک مجتمع تولیدی از سیلوهای بزرگ گندم تا آرد کردن گندم ها و در نهایت تولید ماکارونی، محصولی پرمصرف برای بازار داخل و صادراتی. این کارخانه سال 1377 به بهره برداری رسید. میتونیم به جرات بگیم دومین تولید کننده پاستا از لحاظ حجم تولید در دنیا هستیم. امروز خدا رو شکر ما در کشور به محصولاتی که در با تکنولوژی روز دنیا داریم تولید میکنیم واقعا دیگه از خام فروشی دلوگیری داره میشه. به قول مهندس امینی، این کارخانه یکی از هزاران واحد تولیدی در صنعت غذایی ایران است که در 4 دهه گذشته ایجاد شده و توسعه یافته. پیش از آن در صنعت غذا تقریبا حرفی برای گفتن نداشتیم. دهه 50 عمده محصولات غذایی کشور وارداتی بود و بیشتر از کشورهای اروپایی وارد میشد. کرایه که از خارج میومد. پنیرهای وارداتی من به نظرم مزه انگلیس و یا ایتالیا میومد. تو بازار پنیر دانمارکی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، خودکفایی در تولید مواد غذایی هم کلید خورد برای اطمینان از امنیت غذایی کشور. اولین مسئله که در این رابطه وزارت کشاورزی دنبالش بوده، تجدید نظر در نحوه کار این کارخونه بوده، متکی به واردات شیر خشک از خارج از کشور نباشد و همچنین تعدادی پروانه جدید مردم بتونن بگیرن و فعالیت گسترده‌تری را در این زمینه داشته باشند. لبنیات نمونه جالبیه که آوازه پیشرفت‌های آن حکایت جالب‌تری داره. کارخانه کاله که از سال 1370 تأسیس شده، با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در تولید و فراوری محصولات لبنی و پروتئینی و همچنین شبکه گسترده توزیع، محصولاتش را به سراسر کشور به دست مصرف کنندگان می‌رساند. بیش از 50 نوع پنیر مختلف تولید می‌کنیم. هیچ نوع ماده نگهدارنده در اونها استفاده نشده. سال 1357 تولید لبنیات کشور 250 هزار تن بوده. در مقابل 1 میلیون تن پنیر وارد می‌شد، 547 هزار تن کره، 350 هزار تن شیر خشک و 10 هزار تن خامه. در مجموع به ارزش 4.5 میلیارد دلار واردات داشتیم. حالا اما تولید انواع محصولات لبنی به 8 میلیون تن رسیده و واردات در این بخش فقط به واردات کره محدود شده، آن هم حدود 45 هزار تن. ما به 56 کشور 300 میلیون دلار صادرات داریم، یعنی از یک کشور وارد کننده لبنیات تبدیل شدیم به یک کشور صادر کننده لبنیات. در صنعت نان استفاده از تکنولوژی‌های جدید فصل نوینی در تولید و اشتغال ایجاد کرد. تولید از 1600 تن سالانه به 810 هزار تن رسیده، یعنی اگر جمعیت کشور 2.5 برابر رشد داشته، صنعت نان اما رشد بیش از 500 برابری را در تولید ثبت کرده است. خیلی از ماشین‌آلاتی که قبلا از کشورهای اروپایی پیشرفته وارد کشور می‌شده، توسط همکارای عزیز من داره تو واحدهای مختلف ساخته میشه و این در زمانی است که نزدیک 40 سال همش یا تو جنگ بودیم و تحریم بودیم. اما این خوردنی شیرین که به نوعی حالا یکی از برگ‌های برنده صنعت غذایی به شمار میره. توان تولیدی اسمی 2.4 میلیون تنه. یه چیزی در حدود 240 هزار تن به ارزش 600 میلیون دلار به 66 کشور دنیا صادر شده. اینجا کارخانه فرمن در شهرستان سابوشبلاق استان البرز. رشد صنایع غذایی و تبدیلی به یک یا چند رشته فعالیت خاص محدود نشده. انواع کارخانجات تولید روغن، رب و سایر صنایع تبدیلی به غذایی از دیگر دستاوردهای 40 سال تکیه بر توانمندی‌های داخلی است که همگی از میزان اندک تولید حالا به حجم بالای تولید و اشتغال رسیده است. اینجا کارخانه روغن نباتی اولوا در گچسارانه. این مجتمع که در شهریور 96 فعالیتش رو آغاز کرده، روزانه 200 تن انواع روغن خوراکی و 320 تن کنجالی خوراک دام و طیور روانه بازار میکنه. کرمانشاه و اینجا کارخانه روژینتا، کارخانه بیا تولید کننده غذاهای آماده و نیمه آماده ایرانی و بین المللی حلال است. بومی سازی در صنایع غذایی تا جایی پیش رفته که حالا همت جوانان و متخصصان داخلی ایران را از حیث تولید شکر از ذرت با استفاده از روش‌های نوآورانه در جایگاه نخست خاورمیانه و سوم جهان قرار داده است. این نوع کار دانش بنیان پالایشگاه تبدیل ذرت به های فروکتوز که جایگزین شکر شده است رو به عنوان یکی از سندهای چشمانداز 1404 در صنایع تبدیلی محقق کردیم. ما یه تکنولوژی داریم که توی هیچ جای دنیا این تکنولوژی رو استفاده نکردن. ممبران فیلترهایی که ما داریم حتی کوچکترین ذرات از این ممبرانها جدا سازی میشن و محصولی که ما داریم یه محصول خالصه. رشد سعودی صنعت غذا در سالهای اخیر موجب شده هم 100% نیاز مردم به محصولات غذایی از تولیدات داخلی تامین شود. بسته‌بندی خیلی خوب شده، هم کیفیت هم خیلی بهتر شده. خوشمزه است. با خارجی میتونه قشنگ رقابت کنه. همین که از یک کشور واردکننده محصولات صنایع غذایی به جرگه تولید کنندگان این صنعت وارد شدیم.
صنعتگران این حوزه توانستند 550 میلیون دلار صادرات را طی 10 سال به 2 میلیارد و 800 میلیون دلار برسانند که 400% رشد را نشان می‌دهد. در صنایع مثل لبنیات، مثل شیرینی و شکلات، مثل کنسرو با تکنولوژی روز دنیا تولید میشن. محصولات صنایع غذایی ایران امروز به 120 کشور دنیا صادر میشه. امروز صنایع غذایی کشور از ظرفیت سالانه 150 میلیون تن تولید و فراوری محصولات کشاورزی، باغی و دامی برخوردار است. عددی فراتر از میزان تولید مواد خام در کشور. یعنی صنایع غذاییمان به ظرفیتی رسیده که مواد خام دیگر کشورها را فراوری و با ایجاد ارزش افزوده بالا دوباره صادر کند. این در حالی است که 4 دهه پیش ظرفیت صنایع غذایی ما حدود 700 واحد با اشتغال کل 50,000 نفری بود. حالا در 40 سالگی انقلاب صنایع غذایی یکی از شکوفاترین صنایع کشور به شمار می آید. تولیدات داخلی اجازه عرض اندام در این صنعت را به خارجی ها نمی دهند. امروز حدود 14,000 واحد صنایع غذایی و تبدیلی در کشور با قدرت در حال فعالیت هستند با 500,000 نفر اشتغال مستقیم. نکته قابل توجه این است که روند توسعه در این صنعت همچنان ادامه دارد. غلامرضا بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما.